معلوم که مهداد خانساری و داریوش و امایون و نمیدونم ده, ده, ده چی کیه جبه ملی و کیه نهزت آزادی و اینها در کنار هم با تو صحبت میکنم نوریزاده زاده اما این حرف تازه است که برای راهیابی به سوی دموکراسی و برقراری آن میتوان و باید به بنیانگذاران وابستگان مدافعان پرور... پروردگان یک حکومت خودکامه مانند حکومت اسلامی دل بست با سازگارا ها نشست با اکبر گنجی ها نشست با بر بچه های فرستاده حکومت اسلامی نشست تا بتوان راهی به سوی دموکراسی یافت باید به آنها دل بست تا آنها را تا آنها این راه را زیر نام های مختلف از جمله زمانی سازندگی زمانی دیگر اصلاحات آن در را برای ما بگشاید این حرفا جاهای دیگه زده نمیشه با جاهای دیگه به مسائل زیربنایی جامعهمون به مسائل زیربنایی اقتصادمون سیاستمون و این نکبت هایی که کشورمون رو گرفتن و با هزار ترفند در درون و برون دارن نگهشون میدارن نمیپردازن چرا باید برای راهیابی به سوی دموکراسی و باز پس گرفتن کشور و برقراری دموکراسی این راه رو زیر نامهای مختلف زمانی سازندگی و زمانی اصلاحات جستجو کرد و از آنهایی که کاتالیزورها مهره های اطلاعات امنیتی و سپاه و دستگاه های جنایت این رژیم بودن آنها این در را برای ما بکشاید فراموش شدنی نیست که برخی از همین ها همین آقایون زمانی میخواستند با خط امام نظیر تودهی ها و اکثریتی ها با خط امام به سوسیالیسم برسند که سرانجام به آخر خط خودشان رسیدن و بقای خط خودشان را در بقای خط امام و ماندگاری حکومت اسلامی هنوز میبینند گویندگان این حرف نوظهور و مدعیان آن مدتی از درون رژیم به خارج پرتابشان کرده با نام اپوزیسیون از جمله می‌بینیم که در ماهای اخیر در نقش مسیحا نفسان دوره افتاده تا به یاری برخی از محافل اروپایی و آمریکایی که طبیعتا هر کدام به دنبال منافع خودشون از جمله از سهمی از قدرت سیاسی و اقتصادی در کشورشان هستند در کالبد مرده اصلاحات و یک خائن به ملت و میهن ایران زمین خاتمی و یارانش جانی بدمند آنها میخواهند غرب را قانه کنند تا در شرایط کنونی نیز صدای همان کسانی را بشنوند که هشت سال قوه مقننه و مجریه و پشتیبانی میلیونی مردم را داشتند و کاری را از پیش نبردند حقه، کلک نیرنگ تزویر ریا تقیه آرزوی علیرضا نوریزاده امروز در صحبتهاش حتما بازپخش میشه نگاه کنید که دوست دارم داریوش و امایون و مرداد خانساری و سازگارا و نمیدونم اون تو چه پملی و اون تو نهزت آزادی و اون تو اصلاح طلبان دور هم بنشینن یک کلک و یک حق بازی و یک پروژه دیگر است برای همین من از اون کتوله ارشق رول اوسطی خوشم نمیاد با این تفاوت که امروز علی اکبر رفسنجانی نیز به پیشوایان و ناجیان اینان افزوده شده و همون مثلث کسافت رفسنجانی کروبی خاتمی که چند شبه دارم بهش میپردازم و بدون دلیل نمیپردازم چون جاهای دیگر به آن پرداخته نمی شود و تنها تیریبون و تنها رسانه ای که حقایق رو به مردم در درون از مرزهای ایران میگه رسانه ملی مردمی و متحد به ملت آزاده ایران آریا مهره مردی به نام علی اکبر رفسنجانی محکوم شده در دادگاه بلدین و دادستانی آرژانتین یک جانی، یک دوست، یک بیشرف و یکی از شخصیت های کلیدی رژیم که اثر انگشت او در تاراج منابع اقتصادی کشور در سرکوب و کشتار ده هزار مخالفان این رژیم حتی در خارج از مرزهای ایران مطلقا آقای رفسنجانی پاک شدنی نیست برای آرزوی سلامتی میکنیم چون باید باشی و در دادگاه های ملی مردمی جواب مردم رو بدی این خطای عملی این خطای عملی این خطای جبران ناپذیر این خطای خیانتکارانه یعنی امید بستن به یک حکومت خودکامه مذهبی و پشتیبانی از آن برای راهیابی به سوی دموکراسی بیتردید دارای پشتوانه تاریخی و تئوریک هم هست عدم امکان فعالیت آزادانه و مداوم احزاب و گروه های سیاسی نهایتاً اونها را به پشتیبانی از قدرت حاکم قانع کرده و اونها پذیرفتند پذیرفتن به حامیان این یا آن جناح حکومت به تعریف خودشان کاهش یابند و در ادامه وضعیت موجود با آنان همکاری نمایند درود به شرف رسانه های گروهی غیر متعهد در برون از مرزهای ایران که سی سال این بازی ها کردند، کردن خصوصا دار و دسته طرفدار توده ها و اکثریتی ها و ملی مذهبی ها و جبه ملی ها بخشی از این حقیقت ناگزیر ناشی از موقعیت جغرافیای سیاسی ایران و همسایگی ما با کشوری است که زمان یکی از دو قطب جنگ سرد را تشکیل میداد ایران از معدود کشورهایی است که به دلیل این موقعیت تاوان مهمی برای جنگ سرد پرداخته است بدون آنکه خود دو ابرقدرت حتی در اوج شاکش های لفظی بر سر مسابقه تسلیحاتی و تهدید جهان به جنگ هستهی چنین تاوانی را خودشان نه آمریکا نه شوروی گذشته روسیه امروز متحمل شده باشند شکلگیری جمهوری جهل و جنون جمهوری جنایتکاران جمهوری مافیایی قارتگران اسلامی جمهوری که کشور ما رو سی سال اشغال کرده در ایران به مسابه نقطه مهمی در آن کمربند سبز خیالی که میبایه از خاور میانه و پیرامون آن را تا شعاع مصر و الجزایر از خط سرخ محافظت میکرد به گمان قرد و در رأس آن آمریکا نه تنها نمیتوان زیانی متوجه منابع غرب سازد بلکه ضد کمونیست بودن رژیم کسافت اسلامی برآمده از انقلاب تحمیل شده به ملت ایران با نام انقلاب اسلامی به گمانشان صد محکمی در برابر کمونیسم بود آقای کارتر امروز حسین اوباما هم همان تصورات غلط تو و دوروبری هاش برژینسکی و دار و دسته آن زمان را دارد. هنگامی که در برابر چشمان حیرت زده شرق و غرب هر دو اتحاد شوروی در خود فرو پاچید جمهوری اسلامی از تزاد شرق و غرب جمهوری اسلامی استفاده از تزاد شرق و غرب را از کف ننهاد با این تفاوت که از یک سو دروازه های ایران رو خائنانه به روی روزها گشاد و حسنی و نیستی ما رو به آنها باجلات و از سوی دیگر در حالی که تا گلو در وابستگی و فلاکت اقتصادی دست و پا میزند در طول سی سال گذشته از آمریکا نوچه هایش، جیر خارانش، مزدورانش، لابیست هایش تزمین امنیتی میخواد آنچه امروز به نام احزاب و گروه های مختلف در جمهوری کثیف اسلامی به اصطلاح فعالیت می کنند یا همان گونه که سران تا وابستگان و دلبستگان نظام بارها در طول سی سال گذشته گفته اند اعضای یک خانواده اند مافیای تنیده در یکدیگرند که گاه اختلافاتی بین آنها پیش می آید یا احزابی هستند که حکومت آنها را تحمل می کند و خود حکومت این عروسک ها را ساخته و سر نخ در دست خودشان است چرا که اساسا نقشی به آنها سپرده نمی شود تا تحمل پذیر شود هر گونه حرکت نسنجیده از سوی این گروه ها